درود به های میدان و تای میدان خوش آمدید. امیدوار هستم هر گوشه و کناری که هستین خوب و خوش باشین. ما این بار آمدیم به ولسوالی زیبای نرخ، ولایت زیبای میدان وردک، ولسوالی که قصه های زیادی را و حجم از تاریخ در خودش جا داده. با ما همراه باشین در این سفرم و لذت ببرین. داشته های بسیار خوب مد نظر گرفتیم که تقدیم شما ایضا بکنیم در ولسوالی زیبای نرخ. ما فعلا در یک جایی هستیم که قسمتی از طبیعت ولسوالی نرخ را میتوان به خوبی مشاهده کرد. دیگه شما ما را همراهی بکنین. میگن که سیب ولسوالی نرخ هم مثل سیب تمام میدان وردک و سایر ولایت های ما بسیار یک سیب بسیار خوب داره و صادر میشه به سایر ولایت ها. انشاءالله کوش میکنیم که سر بزنیم و جای احوال هموطن های ما شویم، از جای دیدنی هم دیدن بکنیم. جا داره که تشکر بکنم از حامی برنامه ما هم انرژی اتک. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودن با انرژی اتک. قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی و موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. اتک می نوشیم، لذت می بریم. آرزو می کنم که شما هم همیشه وقت خوش و خندان باشین. چقدر خوشایند است دیدن طبیعت زیبای وطن ما. آدم لذت می بره و هر زمانی که قدم می زنی، هر قدمی که می گذاری، احساس غرور، احساس افتخار میکنه آدم. دیگه مسیر ما را ادامه میتیم دوستا. خیلی یک هوای خوب است امروز. همین بادها و شمالایی که میوزه آدم بسیار احساس آرامش میکنه و لذت میبره. حتی ما کمک خنک هم خوردم اینجا. امروز نسبتا هوا سرد است در ولسوالی نرخ. خب دیگه آهسته آهسته میریم، شما هم با ما باشین. هموطن عزیزم، شما بینده برنامه خودتان هستین. ما فعلا در ولسوالی نرخ، ولایت میدان وردک قرار داریم و خوشبختانه در کنار ما هم آقای نجیب الله فکرمند، یکی از شخصیت های فرهنگی و همچنان مطبوعاتی قرار داره تا امروز هم صحبت ها را در رابطه با ولسوالی نرخ تقدیم ما و شما حیزا بکنن. فکرمند صاحب، امیدوار هستم که خوب و سرحال باشین و اگر سلامی هم دارین کمرای ما در خدمت دارست. بسم الله الرحمن الرحیم. نیکی هیلی سلامون ایتا سی دی تلویزیون لطری قرد افغانستان طول آوریدون کتا و ده های میدان تای میدان آوریدون کتا اولانده کم. ډیر زیاته مننه بس جانه چې تاسو د نرخ ولسوالۍ ته راغلی. د نرخ ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې د لومړي ځل لپاره دلته د عصري او مډرن باغداري بنسټ ایښودل شوی د ډاکټر صاحب عبدالوکیل لخوا. اولین جای ولسوالۍ نرخ بوده؟ بله بله، اولین ولسوالۍ نرخ بودن که توسط مرحوم ډاکټر صاحب عبدالوکیل وزیر اسبق زراعت افغانستان در امین ولسوالۍ گذاشته شده بودن. خب تعدادش اونا گذاشتن. بله، و درخت های اصلاح شده را آوردن. اصلاح شده را آوردن که امروز ما شاهد سیب خوشمزه هستیم. روی دکتر صاحب هم شاد باشه، یادشان همیشه وقت جاودان. و عزیزایی که در ولسوالی نرخ هستن واقعا که بسیار زیاد دوست دارن دکتر صاحب. بسیار دوست دارن. خب فکرمند صاحب، ما در رابطه با زیبایی های ولسوالی نرخ خیلی زیاد شنیدیم، در رابطه با مو شهرک الغطا که یکی از شهرک های بسیار تاریخی است که تاریخ بسیار کهنه در خودش جا داده و همچنان سایر نقاط زیبا و دیدنی. اگر خودت موافق باشی که امروز خوشبختانه یک همراه بسیار خوبم داریم که ما را همراهی بکنی، بریم با مو ساحات و بعض ساحات دیگه یک و یک ببینیم و صحبت ها را با دوستای ما تقدیم بکنیم. حتما انشاءالله مونږ تاسو زو یوزای که بکینو د نرخ ولسوالۍ معرفي به وکړو. د معرفي نه وروسته به د الغطا تاریخي ښارګوټي ته لاړ سو. له هغه نه وروسته زو د اخچي یو ښکلې سیمې ته په نرخ ولسوالۍ کې د ملک صاحب عبدالجمیل ته ورځو او هغه سره د نرخ د ولسوالۍ په محلي خوړولو باندې غږیږو او د غرمې ډوډۍ هم هلته. بخیر و سلامت باشین، انشاءالله میریم. همې قری اخچي را گفتین درست؟ اخچي را سیب بسیار خوب داره مثل بله. تمام میدان وردک ما دمی چند روز بسیار زیاد جربه ما روی سیب بود، ولی ای که دیگه در میدان وردک آمدیم سیب
پخته نشده، خیر باش ان شاء الله باز میایم. یکش از میوه ها نیست واقعا، میگن که بسیار سیب اخچی سیب نامدار است، نامدار است به سطح کشور است، حتی به سطح منطقه است. پاکستان به نام همون سیب اخچی را به نام خود صادر میکنه و سیب اخچی که است تقریبا به گفته مردم 16 15 تا یک سیر میآید. 16 یا 15 دانه یک سیرش میآید و یک سیب از بهترین سیب های ولسوالی نرخ که است و د اخچی هستند. بسیار خوب. خب تمام میدان وردک ما که سیب بسیار خوشمزه داره، که اخچی هم جز از همون قریجات یا هم مناطق است. دیگه آیستا آیستا بریم مسیر ادامه بدیم، دوستا شما ما را همراهی بکنین. فکرمند صاحبم همینجا مصروف بود دمی باغ و زمین که ما هم از موتر پایین شدیم و آمدیم همراهشان ارتباط گرفتیم که بخیر ما را همراهی بکنن. تشکر. بریم بخیر. یک تربوز از دوستا جایتان خالی دیگه، ای کاش که می بودین که یه رقمی کنیم یا مرد تراز کنیم برید. خیلی بیا که ما تو تش کنم سایز بخی شما یک کمک بر ما و دوستا قصه بکنین. بخی سایز بخیر باشین فکرمند صاحب. ولسوالی نرخو بسیار میوه خوب داره به سطح ولایت میدان وردک، جای شک نیست. متاسفانه که ما تابال میوهش آمده نیست و نسیبش نه زردالوش نه گلاسش و نه ناک شفتالوش. این همی تربوز آوردیم به خاطر که ما و شما یک مزل پیش روی داریم، میریم شهرک الغطا. بله و هم بسیار بلند است و راهش هم مشکل است که همینجا میریم یک تربوز میخوریم باز میریم یک جای. خوب گپ است، انشاءالله با هم یک جا میریم. از شهرک تاریخی، شهرک عهد دوره کوشانی هم دیدن میکنیم. ولی فکرمند صاحب خیر است، کم کم تربوز هم میگیریم. از خود میشنیم در رابطه با ولسوالی نرخ، از موقعیت جغرافیایی ولسوالی نرخ بر ما بگوین، از اینکه ولسوالی نرخ مثل سایر ولسوالی های ما چقدر نفوس داره، چند قریه داره. دی میدان وردک ولایت ولسوالی نه یو دی نرخ تاریخی ولسوالی ده، چې دا ولسوالی په پنځو حوزو باندې، په شپږو حوزو باندې شل سوی ده. چې یوه حوزه چې دا موږ تاسو پکې ناست یو د الغطا شهرک هم په همدغه حوزه کې ده. او د نرخ ولسوالی تقریبا د یو لکو دیر زره یا زیات په شاوخوا کې نفوس لري. تقریبا دلته د شپږ اویا په شاوخوا کې مکتبونه او دینی مدرسې دي، چې پکې شپاړس لیسې دي، څلور شپاړس دینی مدرسې دي. همدارنګه اوه بی ایچ سی او سی ایچ سی کلینیکونه لري چې په ټولو کلینیکونو کې زنان ډاکټران هم شته. د نرخ ولسوالی موقعیت د شمال ته کابل سره ده. خب در لالندر لالندر و ناچار آسیا که است. با طرف شمال با ولسوالی جلیز است، یک ولسوالی است که با طرف جنوب با ولسوالی سیدآباد و چک و دایمرداد و همونطور طرف قبله هم با ولسوالی حسی اول بیسود چی داره، سرحدات داره. ولسوالی هستن که با دو ولایت کابل و لوگر و همچنان با ولسوالی چهارآسیا هم سرحد داره، سرحد مشترک، داره. بسیار خوب. ولسوالی مردمش اکثرت باسواد هستن، نام خدا از سابق که خوب مردمش باسواد هستن، زیاد محصولاتش به رابطه که اکثرتش به زراعت هموطنان ما بیشتر مصروف زراعت است، زراعت و یگافاری باشد. مالداری هم میکنن یا خیلی؟ مالداری هم هستن، هر مردم هر خانه که همینجا در اطراف و در ولسوالی نر زندگی میکنه حتما یک گاوی شیر و بز و گوسپند و چیزا داره. خب اما ضروریات از نمی طریق حل میکنه برای آن مرفوع بسازن. بسیار خوب. فکرمند صاحب از چالش های هموطنان ما هم بگوین در این ولسوالی، چون میفهم که بیشتر هموطنان ما بارا به خود ما هم گفتن که دوست دارن بدانن در رابطه با این، وقتی که زیبایی های وطن ما رو میبینن از مشکلاتی که هموطنان ما با او هر روز دست و پنجه نرم میکنه بدانن. او مشکلات هموطنان ما در ولسوالی نرخ چی چیز است؟ در ولسوالی نرخ زیاد مردم با مشکلات آب یک چالش است که زیاد وقت تقریبا 28 سال پیش هم ولسوالی نرخ
باغاش توسط خشکسالی خشک شده و از بین رفته، پس باز کچی شده، کمک ما کچی شده. چالش های مهم است که سرکایش خامه است و تا بازار خانجان خیل پخته است، بالا طرف قریه توکرک و صدمرده و چینزایی و دادلی سرکایش خامه است. مساحتش هم خیلی زیاد است، مساحتش زیاد است، تقریبا 200 چند کیلومتر یادم نیست خو دموت چی هستن. بله. نو از این طرف بالا هم بسیار مردم زندگی میکنه، پایین هم زندگی میکنه که با لوگر سرحدات تا تا مؤخر سیاول بسیار بسیار یک ولسوالی وسیع هستن. مشکلات چالش هایی است که باید به این ولسوالی بندهای آب جور شوند ان شاء الله بخیر. دمی فضای می تربوزم بسیار زیاد خوشایند است. ما خودم یک چند تا تربوز می خوریم. ما کمک مقصد خوردم بسیار کم، فقط چشیدم که چطور است تربوز. شیرین است. شیرین است یعنی. تشکر دوستا، تشکر از اینکه ما را همراهی میکنین. امیدوار هستم که شما هم لذت ببرین. خب تلاش شما هم است که شما لذت ببرین. وقتی که شما لذت ببرین، بس بر ما پیام های بسیار خوب میگذارین، کامنت های بسیار خوب میگذارین. هموطنان ما که بیرون از کشور هستن، باز ما هم تلاش میکنیم که زیبایی ها را بیشتر تقدیم شما بکنیم. دیگه آیست آیست چند توته از می تربوز خوشمزه میخوریم. جایتان خالی، آرزو میکنم که طعم زندگیتان مثل تربوز شیرین باشه. دیگه باز آیست آیست ما و فکرمند صاحبم میریم یک مسیر بسیار زیاده طولانی پشت سر میگذاریم تا که برسیم به شهرک تاریخی القطا. القطا و صحبت ها را در رابطه با اونجا هم داشته باشیم. از یک چشمه هم است، از او هم دیدن میکنیم. باز شما ما را همراهی بکنیم. بفرمایید. هموطنان عزیزم، تشکر از اینکه تا این دم ما را همراهی کردین. ما فعلا در یکی از نقاط بسیار با ارزش و تاریخی ولسوالی نرخ قرار داریم. ما فعلا آمدیم به شهرک تاریخی القطا، جایی که یادگار پیشینیان ما را در خودش حفظ کرده و دقیقا درستا در جایی که فعلا ما نشستیم. اینجا میگن که گذشته ها یا هم معبدی قرار داشته یا هم استوپایی بوده که بیشتر از جناب فکرمند صاحب میشنیم. اگر شما به یاد داشته باشین، ما زمانی که به معبد سرخ کوتل رفتیم، شمایلش همچو شکل بود و گفته میشه که هم از زمان کوشانیا هنوز هم پابرجاست و ای که چقدر اینجا مساحت داره. و بیشتر در رابطه به این شهرک از فکرمند صاحب میشنیم که خود القطا چی معنا میته. ولی دوستا تقریبا یک ساعت را ما پیاده روی کردیم تا ای که خود به می منطقه یا هم می وسط می کوه است دیگه که خود رساندیم که شهرک قرار داره. ولی بنابر از اینکه شمال بسیار زیاد بود، ما نتونستیم بیشتر جای صحبت ها را ادامه داده تا اینجا که خود برسانیم. ولی این حال از فکرمند صاحب مشتهیم. فکرمند صاحب، اول خبر ما بگو که خود می القطا چی معنا میده؟ القطا به گفته می محققین فرانسوی، اینا می گفتن که القطا یک پادشاه مشهور و حکمران او وقت بودن و اوجا را به نام القطا یاد میشه. در پرهنگای دری و پارسی و نان که مسئله کردیم القطا تو یک معنای خاصی نداشتن. دفیقه. از گفته از یا تو معلوم میشه که به گفته فرانسوی ها که گفتن که القطا یک پادشاه وقت امو وقت که شهرک القطا را جور کرده، یعنی تو یک معنا برای ما که شنیدم امو رقم یک چیز شنیدیم که القطا یک پادشاه یک حکمران بوده که نمی شهرک ساختن. حکمران همو دوره بوده. بله، ای از بله. کدام دوره ای شهرک باقی مانده؟ تحقیقاتی که صورت گرفته، اول اینمی القطا چطور یافته شد و گفته مردم به حساب همو لغات عربی اسرائیلیات، مردم قسم قسم روایت میکنه. بازش بله. میگه که چوفان ها اینجا آمده بودن و منطقه را که دیده بودن که سلاغ از یک رقم وهم و چیزا داشتن. بعضی مردم میگه که همو خشتار او وقت که خشت پخته بود و جور شده بودن
و باز میگه که در وقت مجاهدین که روسا اینجا یک بم نفال انداخته همون جا و برآمده و کسای کده و اینمو تو چی مردم خبر شدن اینجا یک شهرک است. یک شهرک است و در قرن 70 یعنی 1970 دمو وقتا قاچاقبرا باز اینجا کار کرده بودن. باز در سال 1383 توسط وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ سروی شدن. پس در سال 1384 این اینجا فرانسوی ها بودن، یک موسی با نام واتف هایم تو یک یاد نامش بودن، اونا هم اینجا کار شروع که ما شما کششتیم سر میست فرانسوی ها اینا آها. کار شروع کردن، دیوالا را کسای کردن که 1.5 متر برداشتن و 120 متر کار کردن. آثاری که از اینجا کشیده شدن اونا مردم باز به گندارا که هم یک تاریخ است به وا سر میخوردن. نمینجا که تحقیقات و گفا شروع شدن تقریبا 19-20 روز همینجا این مردم که کار کردن ما شما که بودم اینا هم مثل یک کواری ما مرقم بود، همش پوشیده از خاک سرشان بود، خاک سرشان بودن، اینمی خاک که اون طرف ها انداخته و کار کردن، اینمی دیوال که ما شما میبینیم معلوم میشه، این استوفر که معلوم میشه، اینمینجا یک چند تا بوتا برآمده که سر تلا سر از جا کار شده بودن و گردناش نبودن، سرایش نبودن که باران چک کرده که اینا این شهرک الغطا تنها به حساب مذهبی که ما بگویم نبود یا یک دربار نبودن. اینمونجا یک بالا که ما شما میبینیم یک برج است که وصلتون در پشتو وصلتون برش ماشه در پارسی چی میگه مخبیگاه به خاطر چی بودن سلا و مهمات و از این همه پیره میکن بحیث یک قلعه جنگی هم استفاده قلعه مستن. جنگی استفاده شده یک حصار است، یک بله. شهرک است. خب هنوز هم قسمت های زیاد از این شهرک دوستا بنابرم و عوامل مختلفی که تای سالیان متمادی بوده تقریبا از دوره کوشانی ها البته گفته میتونیم که در حدود 1800 تا 2000 سال سپری میشه. دیگه این سنگ ها رو میبینین که بسیار زیاد نازک شده به این شکله، اگر ما بخوایم جدا جدا جداش میکنیم مثل ورق ورق شده. بله. همین سنگکاری هایی که اینجاست، ولی جای بسیار با ارزش و دیدنی، بخصوص این استقامتش مرا بسیار زیاد به یادم و معبد سرخ کوتل ولایت زیبای بغلان انداخت و به می شکل همین پله هایی که قرار داره که اینجا فضا را بسیار زیاد زیبا و دیدنی ساخته و تمام این قسمتی را که شما میبینین همش یک مجتمع بزرگ از این شهرک است که آدم میتونه ببینه و بزرگی و عظمت او دوره را و مو معماری که در دوره صورت نگرفته، یعنی در حدود قدر سالهای پیش به چه قدر میتود بالا همچو شهکارهای صورت میگرفت. بله. همچو کاریزهای افر میشد که آب انتقال میداد و همچو امی صوف ها یا هم تونل هایی که ازش استفاده می شد. بله. و ای که بعض همو شهرک هایی که ما پیشتر هم یاد کردیم که گفتیم حتی به زیر زمین قرار داره که بنابر عوامل مختلف باعث ازی شده که حال نمیتونیم بریم از او قسمت ها هم دیدن بکنیم. خب لابلا ما و شما فکرمند صاحب صحبت ها رو می داشته باشیم. بله. ولی چه خوب است که ما خود بسیار پیاده روی هم کردیم. بله. یک اتک بمشیم درست است و یادمو قدیم و به یاد عمو گذشته ها ما هم یک اتک می نوشیم. جا داره که تشکر بکنیم از حامی برنامه ما هم انرژی اتک. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودند. با انرژی اتک قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی موفقیتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک مشت پرقدرت. دم خوب داره فکر هر وقت منصف. خوب داره که هر وقت دم و های میدان تای میدان میدون دیگه برنامه اتک همی یک اتک سیم یک دست شکم میکشی واسه سال میکشی باید کار دیگر همی. خب یک ذره ما و خود بسیار مانده شدیم، مسیر زیاد پشتر گذاشتیم دیگه، آفتاب هم است ولی ما خلاش خیلی بسیار راه بودن و چند دمه اینجا آمدم ولی اینجا اینقدر با ارزش است زمانی که ما به می تاریخ عظیم و با شکوه پیشینیان ما پای بریم. باز خود ما به شوق بسیار زیاد میایم حتی ساعت ها را منزل میکنیم. بله. از همچو آثار با ارزش با فرهنگی ما دیدن میکنیم. تشکر دیگه اتک سردم دمی هوای گرم و آفتابی بسیار مزه‌دار است، خوشایند است اتک. دوستا جایتان خالی، هموطنای ما که بسیار زیاد به جای تاریخی اهمیت میتن و از دیدنش لذت میبرن، ای کاش میبینین که
می دیدیم در رابطه به سنگ و خشت و حتی همی علفای کس و خاک و گل و همش بین هم گپ می زدیم و بحث می کردیم. فکرمان صاحب، چی خوب است که ما خودت هم بریم کم از قسمت بالای زیج هم دیدن بکنیم. روایت ها هست و ما هم شنیدیم بعض دوستا گفتن که یک چشمه آب قرار داره که اونجا یک کاریز حفر شده و آبش دوباره با پایین رفته که باز قصه ها رو می داشته باشیم، ولی نمی فهم که فعلا از اون چشمه آب داره. بله، آب هم هستن، او جمع و سلاغ هم هستن، رای هستن، او زینه هایی که به شهرک تا شده. پیلن به خیال ما خود از یاد وقت نامدیم که مردم میگه که چی را شده، باران خراب کرده. اینا را میبینیم و چشمه را میبینیم، از نزدیک باز هم اونجا گپ میزنیم. خوب گپ هست، انشالله خیلی آیسته آیسته میریم. هوا هم خوب شده دیگه، راه هم زیاد از دوستا و ما هم امروز یک جوره چبلی پوشیدیم متاسفانه. فکر من صاحب من را نگفته بودی که شهرک القطاع کنر بلند است. منجا که رسیدم فکرم شد که چبلی چیزی باشه. اگر نه یک بوتای خوب می پوشیدیم کرمچ کسار مردم که می را پوشتی چی دیگه. خوب است ما یک ذره اگر کموتوم دمی برنامه کنورد شدیم دیگه می تانیم امروز چبلی هم بالا شدیم. خب باز اینجا چون اینجا یک مجتمع است، بعض ساعت دیگه هم اتاقای دیده میشه که حتما رایبای کس سایر ولایت ها می آمدن به این معبد اونجا سپری میکنند. اصلا اینمی شهرک جنوبی کابل در 50 کیلومتری است که اصل مرکزشون ها در کتایشرو بودن. امی راه ابریشمه که از طرف شمال و اینا می آمدن و طرف چاراسی ها مرای ابریشم که می رفتن. اینمی کاروانسرای و چیزا را که اکثر در راه ها هستن. اینمی خصوصا امو رقم شهرک ها که ساخته شده یک نقطه مهم را انتخاب کرده که از یک طرف هم دشمن نمی تانه که اوجه سرش حمله کنه یا بکنه. بله بله. هم سر یک منجلوت می کرده فرشی اینا سرشوار می کرده. بله. هم سرش آیست آیست مسیر ما را ادامه می تیم دوستا و ای هم نشان می ته که میدان وردک هم یک تاریخ بسیار عظیمه مثل سایر ولایت های ما. در هر گوشه خودش، در هر ولسوالی، روستا، قریه و قصبات خودش جا داده. دیگه بخیر بریم آیست آیست از چشمه هم دیدن. دوستای عزیز، ما از امو قسمت پایین که شما میبینین سرسبزی و طبیعت زیبا را تا یه استقامت خود رساندیم، از امی شهرک زیبای القطاع هم دیدن کردیم و حالا میریم به مو طرف چشمه و بعض ساعت دیگه دیدن میکنیم. دیگه امکان نبود، یکی از دوستان هم لطف کردن، یکی از باشنده های اینجا بودن، یک جوره کرمچه بر ما آورد که بتانیم خود راحت تا این بالا برسانیم. تشکر لالا عزیز، خیر ببینی. آیست آیست ما هم آمدیم، آیست آیست نه که یک ذره تست ازام آمدیم به خاطر از این وقت زیاد نگیره. دیگه مسیر زیاد پشت سر گذاشتیم. این کوه هم همو آمیانه بر شخ میگن نه؟ بسیار شخ است، آدم از اون خسته میسازه. اینجا هم یک قسمتی از خاکی که دیده میشه. فکر کنم این هم یکی از امو برج هایی است که اثر برج است که نیمه اش برج که پیشتر تشریح کنه یکیش نمیست بود، یکیش هم همینجاست. باز یک دم نگیریم. والا بسیار منده شدیم. مشکل از بسیار راست. بسیار زیاد. راه زیاد از دوستا. دیگه. چک. منظره و طبیعت زیباست. شما هم سعی کنین دوستا لذت ببرین.
فکرمان صاحب چی نظر داری که بخیر بریم آیستا آیستا دیگه؟ انشالله به دو یا یک دم دیگه میرسم. انشالله بخیر. یالله. فکرمان صاحب یک بار بیاین شما. باشین دوستا که من با چند چیز اینجا مواجه شدم. ایره یه هم یک نمونه دیگهش از امو قدیم و گذشته. فکرمان صاحب به نظر شما این هم کدام تاریخ داره یا خیر؟ بله ها اینا همی رقم زیاد اینجا پیدا میشه. خب کار کرده اینی هم یک برای قسمتی هم یک توته دیگه هست که بسیار مانده هستیم مانده شدیم. بله خب بله با همچو هشیاک سر میخوریم. خب طبیعی است که آدم تقریبا 30 هکتار است که 30 هکتار است هر جایش تاریخی است. بله بله و حتا بله 5% سرش کار شده. این همین چیز هست. دوستا ببینین که به یک سبک بسیار خاص در این میموری هم شده. این یک توته دیگهش هم هست که این همو لبه ایش هست. بله که به تصویر معلوم میشه. نمیفهمم شاید هم چه آثار دیگه هم باشه که اینجا افریات صورت بگیره، چون ما پیشتر هم یاد کردیم که اینجا یک مجتمع بزرگ از شهرک ها قرار داره. بله. که طبیعی که آثار زیاد با ارزشی را در خودش جا داده. بریم بخیر. بریم یعنی انشالله نزدیک هم هستیم میرسیم بخیر. بالاخره اینه مسیر زیاد هم پشت سر گذاشتیم، لذت زیاد بردیم و شما هم ببینیم این از پایین آمدیم یا چطوری همه ما خسته شدیم یا مشکل است. این همی چی هست؟ وصلتون بالای سار که ما شما میگیم این همی هست. اونجا باش دوستا که کمه که ماندگیم بگیرم باز تشریف بودیم. و این هم امو بالای ساری است که از اینجا ساعت هم کنترل میشده و شاید هم یک قلعه نظامی بوده باشه. بله از این استقامت هم بسیار خوب و زیبا ما میتونیم که امو معبد یا هم امو شهرک الغطار درست ببینیم. خب فکر من صاحب بخیر کجا میریم مسیر ما شما؟ میریم سری و چشمه و همونجا که ایزنه ها که به شهرک تا شده 320 تا یا چقدر پایه زینایی است که دوباره پس رفته به دوباره به ایم الغطا که ما شما پیشتر دیدم اینا را یک سعی میکنیم. بریم بریم پس از این باز میریم از این سعی خلافیست دیگه این قسمت دو ساعت شمال بسیار زیاد است. حالا که چی اینه دیگه شما میبینید که کم از ما را شمال ببره کلاه ما را قریبت که ببره. حالا خوب مهم هم هست. بالاخره دوستای عزیز بعد از اینکه ما مسیر زیادی را پشت سر گذاشتیم به مقصدی که میخواستیم رسیدیم به می چشمه طبیعی. فکر من صاحب ما میگم اینجا بشینیم و صحبت ها را ادامه بدیم. دقیق صحیح مانده هم شدیم.
بسیار. این چشمان به نام چشمه الغطا یاد میشه؟ یاد میشه، بله. این سرچشمه ازی از کجاست؟ از نمی بدنه نمی کوستن. خب داخل ازی کو. از داخل از امی کو. بلد. چقدر هست بحر بلند است ولسوالی نرخ؟ ده نرخ ولسوالی زی چی فکر کم ده بحر نه 2200 کیلومتر لوړ ده. خدا زی بیا دی دفت ولسوالی نمی ماتی او چل لوړ کالینو. دسی او بوله چی 2500 پشا خواه که ده زی ده بحر ده سطح نه لوړ ده. دلتا واورم نست او دسی دغم نست. ما بند ده غرن او برازی او دا به دو قسمت دی چې یو د غره په سر باندې د لغتا د ورن په سر زی بل د خلکو د وینا مطابق چې په کولالی لولو کې اعلان دی او کارز د تقریبا د دې ځای نه به یو کیلومتر لاري دا همداسې اوبه زی والته موږ تاسو وینو ان شاء الله به خیر. ای کارز هم دغه فکر کوم که کارش در همو دوره شده باشه که امی شرک الغطا جور شده. اما خانش کس و کارش کس به گفتی او آدم و خودش که محققین در این رابطه تحقیق کرده از نمی بدنه از نمی کو که رفته تا مؤخره که مردم همون جسه و یک چی داره که آب از این بالا هم نمیشه و کم هم نمیشه. همیشه وقت به می شکل آب است. همیشه وقت به می رقم آب است. اینجا هم دوستا یک سنکاریه که دیده میشه، شما هم یک بار ببینین به داخل نگاه بکنین که خیلی هم زیباست. از امو قسمت یا از امو وسط ای کوه که آب سرچشمه میگیره میای به می شکل، فضای بسیار زیبا و دیدنی است و ممکن که این سنگکاری هم دیگه در امو قدیما شده باشه. شاید در امو هست به خاطر که کار نشده. اگر مردم ها جور میکرد خود تا آخر جور میکرد به خاطر که این همینجا هستن و پایین میره مردم از وای استفاده میکنه و یکیش خب پایین رفته زیر شهر الغطا زیر زمینی ها. بسیار آوی شرین است. بله، اینجا پای میبریم به حکمت های پروردگار که طبیعت را چقدر زیبا خلق کرده. آب سردی که از این وسط کوه بیرون میشه و اینقدر یک آب خوشمزه است. من یکان وقت نیم که آب خوشتم است، واقعا من به می شکل است. آب چای همش یک طعم خاص خود خاص داره، متفاوت میباشه. دیگه اینجا هم بسیار زیاد اما آب خوشمزه است و بسیار زیاد آب سرد بهتر از تمام آبای مدنی ما بگویم به اون شکل است. و نصیب ما که ما را به چهرک الغطا رساند و به این چشمه رساند که از این آب خوشتم بنوشیم. جایتون خالی دوستو که چقدر یک آب خوشمزه و بسیار زیاد آب سرد هم است. دیگه به این شکل آب رفته به پایین و هم زمین ها را سرسبز ساخته، چون گفتن که همیشه وقت این آب به می انداز است و همینجا که همو لولکشی شده که رفته به همو کاریز و میبینین که نه بالای از این کوها برفی است که این آب بیای پایین و نه کدام بارانی باریده که ما بگوییم این آب از او است، فقط طبعیس. چشمه طبیعی است، خیلی هم زیبا. و از کاریز یاد کردین فکرمند صحبت باشین که صحبتتون هم قطع کردم. اگر مایل باشین که بریم از امو کاریز هم دیدن بکنیم. بخی سایست درست است. همان میبریم آب نورم. بریم بخریم. بالاخره ما از امو سرکو که چشمه را به شما نشان دادیم حال آمدیم جایی که امو کاریز دیگه ختم میشه، درست است نه؟ بله. از امو مسیر از دل امی کو کنده شده تا ای که به می انتهای از ای کاریز رسیدیم. بفرمایید فکرمند صاحب، مانده نباشی خودتان. سلامت باشین، تشکر.
مونږ تاسو د الغته د تاریخي خارګوټی نه چرکت سولو ول ته مونږ تاسو چینه ول دل چې دوه قسمت دل دل چې یو د الغته د خارګوټی په سر دا وبتلې بل اعلان دي مزک اعلان دي غلي د خلکو د دې محل دی وینا او د محققینو په وینا باندې چې دا د خټو په لولو کې راتي رسوي دي دغه وخت دغه وبچې دي امداسي دوامدار روان دي له هم غزاین چې مونږ تاسو په تصویر کې ول بله دوستو وینئ که اس کوجای کو ما رفتم دیم پاسه او دغه وبدی راضی کمیږي و چیګنه خوش کام او بس جان بسیار پروګرام طولانی بود الغطا بسیار خستم شدیم بسیار لذت بود او بسیار لذت بود وکړین که بسیار خوشحال بود زمانی کمی چشمه را دیدیم و ای بسیار یک هیجان داره زمانی که بعد دنبال یک چیز باشی بله بله هم شروعش ببینی و هم ختمش ببینی که زمانی که ما رفتیم به مو ابتدای کاریست که آب زیاد بود و مو صدای خوشایندش گوشاد من آوازش میکرد این مسیر ما پشت سر گذاشتیم ولی چقدر زیبا همه لولاکشی شده بوده در امو دوره یعنی در عهد کوشانی ها و این دوباره تا این استقامت که همه زمین ها را آبیاری بسازه و هم از آب ازی استفاده بکنن ولی لذت بردیم از همش ای که رفتیم زوبا حاجی صاحب ملک عبدالجمیل مونږ تاسو ته منتظر ده غوی سره ډوډۍ خورو غوی نسوی کولی چې مونږ تاسو سره الغطه ختلی منتظر ده ورځو هلته خوب است میریم کنار رئیس صاحب چند صحبت کم صحبت ها رو همراه اینا هم میداشته باشیم بله آقا سید درست داشت وطن عزیزم تشکر میکنم از اینکه تاییدم بینده برنامه خودتان بودین امیدوار هستم که لذت هم برده باشین و ما تلاش ما به این بود که لذت ببرین دیگه جای بسیار خوب انتخاب کردیم در ولسوالی نرخ سر زدیم از یک و یک زیبایی هایش دیدن کردیم و خوشبختانه که ملک صاحب آجی عبدالجمیل هم در کنار ماست دیگه لطف کردن زحمت کشیدن همی دسترخان و بسیار زیبارم آماده کردن آقای صاحب بخیر و سلامت باشین بسیار زود تشکر به زحمت شدین مننه خیر اوسی بخیر باشین که سر وکی چې موږ ځای ته راغلی یو دراتلون مننه کو بخیر اوسی هر کله راسی قربانتان سلامت باشین امی یک سوال که همیشه وقت پیش ما خلق بود دیگه از ابتدای برنامه گفتم پیش آقای صاحب که رفتیم باز پرسان میکنم همی بود که می آقای صاحب می نرخ چورا نرخ میگن نرخ ته خو په دې نرخ وایي چې دلته 300 کاله مخکې پښتانه راغلي دي او قومونه دلته میشت شوي دي بیا کله چې د دوه درې ولایتو په شمول د کابل پریکړې به کېدلې او د خلکو له منځه به مقصد یا قتل سوی و یا به لاس مات و یا به سر مات و بیا به د دېو نرخ یعنی دا پریکړه او دا پور به دوی تاړه نرخ به یې تاړه نرخ ورته وایي نو ځکه هغه قومي مشران چې کومې پریکړې کولې او نرخ یې تاړه هغه په دې نرخ کې اوسېدل ځکه یې نوم نرخ پې کېښوده نو نرخیان به ورته ویلې چې په نرخ کې اوسېږي نرخ تړې دی ماتې د ګوډې د قتل د هر رقم د انجال چې راسي مقصد د دېو جوړه او پریکړه د جرګو د مرکو وطن و ځکه نرخ ورته وایي بسیار خوب ای هم همو دلیلی بود که به نرخ نرخ میگن آی صاحب از مهمان نوازی مردم نرخ ما هم زیاد شنیدیم میشه که خودت هم یک ذره بگوی برای دوستای ما مننه دا به یو تاریخ ترکم او چلنج درکو په 43 کاله انقلاب کې د 15 ولایتو لار په نرخ ولسوالۍ باندې وه بله او په تاریخ کې به څوک ثابته نه کړي چې نرخ ولسوالۍ کې یا هوټل جوړ شوی یا په بیه باندې چا ډوډۍ خوړلې ده که په زرهاو نفره به د ورځې تلل او راتلل خو هر چېرته به لاره بنده سوه یا به غسو بیا به دوه او درې شپې هم دلته اوسېدل خو هر چا په خپل کور په حجره او په مسجد کې ښه په اخلاص ډوډۍ ورکوله حتی آسونه به هغه وخت کې ورسره و آسونو ته دانه دوی ته ډوډۍ کاټ بستره بړستن هر څه ورته میلاوېدل او ډېر په اخلاص سره یې ورکول یعنې په طول د انقلاب کې په 43 کاله کې څوک به ثابته نه کړي چې په نرخ کې چا په ډوډۍ پیسې اخیستې دي دقیقا خوب یې طبیع است ما به سایر ولایت ها هم سفر کردیم ما همیشه وقت میم که مردم عزیز ما در هر گوشه و کناری که هستن بسیار زیاد مهمان نواز هستن و همو هر امکاناتی که به دسترسشان باشه بالای مهمان دریغ نمیکنن
دیگه تشکر میکنم مویسو بس خودم، ولی بعض غذایی که سر سفره است بر ما بار اول است که دیدم. مثلا ما این غذا را تا فعلا ندیدیم، میشه که کم کم مویسو در مورد بعض این غذای محلی که شاید در تنها در نرخ رواج داشته باشه بر ما بگوین. مننه. دیتا غړای وای پختو کې بیا یو نومې او خلای ورته وای چې لوړونه پخېږي او په تبی د تیږې په تبی باندې پخېږي که نه، او هر څوک یې پخولی هم نه شي، خو وطني غوړ پکې استعمالېږي او بیا بوره پیا چول کېږي چې له څو ډبل یي او نرم یي هغومره غوړ هم زیات جذبوي او خوراک ته هم ښه راځي، نو بیا بوره ورسره کړي او بس خوري. دا د مونږ د وطن له ډېر مخکې نه انانه وغه ده. کله چې مونږ دې ته به وایي که نه چې مړو شپې بس وي، یا مثال میلاد شریف شب برات پاشه، مقصد په هغو ورځو کې دا پخې او خیرات به هم کوو په کلي مسجد ته به هم د شبای برات ای بیشتر رواج داره و پخته میشه. والا غذای بسیار جالب است که امی خمیر لا ولا هفت لا میچینن و در وسطش هم مو روغن و بوره اضافه میکنن تا اینکه غذا آماده شوه. دیگه ما خو یکمک گشنه هم شدیم، چروک نمی یکم نان هم بخوریم. باردش شما شروع میکنیم برد یک شانس میکنیم که ببینیم که چرا غذا بار اولش که شما دیدیم اینا غذای دیگر خو همیشه وقت ما امتحان کردیم خوردیم، ولی ای که غذای نو است چاله تشکر دوست عزیزی که تایدم ما را همراهی کردین. آرزوی زیره دارم که سفره هایتان همیشه رنگین باشه، خنده بر لب هایتان جاری باشه، کنار عزیزانتان خوش و خندان باشین. اینا را که تو از این قضیه چرا بگیرین؟ تشکر فکر من سر. نه نه، ما تو وطنی میخورم. حالا چقدر خوب غذای مزدار است. ما بار اول است که بخورم. بله، یکی نمیاد. روغن زرد است نی؟ روغن زرد است. روغن وطنی زرد، روغن زرد و در این حال دیده که بسیار غذای قوی هم است. قوی هم است که غم کرد بخوره بوکنم که قوی است. غذای بسیار قوی است. بله بله. جا داره که تشکر بکنم از حامی برنامه ما هم انرژی اتک. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودند. با انرژی اتک قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. فرمان شما. سلامت باشید. واسه جان بیا تشکر از حاجی صاحب، زحمت زیاد کشیده، هفت رقم خوراک محلی را تیار کرده و دیگه هم هستن اونجا دو پیازه و گفها. شروع میکنیم آیس آیس نان میخوریم و انشالله پروگرام ما همینجا باز چکنیم. انشالله بخیر. باز همینجا برنامه را هم تمام میکنیم. دیگه تشکر میکنم دوست هایی که تاییدم ما را همراهی کردین. بفرمان شما. فکرمان سپه. ویسای بازم تشکر. اگر در آخر برنامه هم کنم پیامی کلامی حرفی دارین که همراه ما در خدمتتان است. سلامت و سیگی مونگ و تاسی طول رونو یا الحمدلله دی تاسو پر اطلو خوشحال اصولو او چی مونگ سر دا غشری کوئی او دی مونگ پیام یا دی مونگ غیقل نور سر رشری کوئی دی مونگ دی ولسوالای دی خلق و دی آناناتو دی دیو معلومات کوئی لتاسو نمننه کو یاو جهان مننه هر کل راسی مونگ تاسو بخزمت که بخیر و سلامت باشین. فکرمان صاحب تشکر میکنم از خودتان از اینکه از اول صبح تا فعلا کنار ما بودی، جای بسیار خوب ما را راهنمایی کردی و صحبت های بسیار خوبتان همه ما را مستفید ساختین. دیگه اگر شما هم کدام پیامی دارین که امروز ما در خدمتتان هستیم. زم دزړه لکومې د ټولو تلویزیون د های میدان تای میدان پروگرام نه ډیر زیات مننه کوم چې میدان وردګ ولایت کې نرخ ولسوالۍ ته راغلل. هغه تاریخي سیمې شخصیتونه او د نرخ ولسوالۍ هغه موقعیت جغرافیه خلکو سره شریک کړه. ډیر زیات مدن کور ودان هم لاجی صاحب نه زیاته مننه کوو. حاجي صاحب یو با نفوذ سړی دی، یو شریف انسان د درون سړی ده. زیاته مننه کوو چې مونږ ته دغه محلي خواړه چې د نرخ په ولسوالۍ کې رواج دي تیار کړی دی، دیم کور ودان او د تاسو نم ډیر زیات مننه. تاسو تخنیکي ټیم نه سلامت باشین. تشکر فکرمند صاحب. خب هموطنان عزیز، ما چند لقمه نان میخوریم و یک دو لقمه سیر نشدیم. دیگه تشکر بکنم از اینکه شما ما را همراهی کردین.
امیدوار هستم که از این سفر ما هم لذت برده باشین. الان رسیدیم به پایان برنامه. تا برنامه بعد، تا هی میدان و تای میدان دیگر، همه تان به خدای یکتا به همتا مسپارم. یشاسن افغانستان، تل دیوی افغانستان، زنده باد پاینده باد افغانستان. خدا نگهدار.